من معمولا یه ماهنگار دارم که برنامه ماهانم توش می نویسم و یه روزنگار دارم که از روی اون ماهنگاره کارهای روزانه رو می نویسم ولی بعضی وقتا نیازه که هفته نگار یا برنامه ریزی هفتگی داشته باشم بنابراین امروز می خواهیم راجع به برنامه ریزی هفتگی با اولویت گذاری حرف بزنیم اول یه جدول میکشیم طبق معمول که روزهای هفته رو در بر میگیره لزومی نداره که حتما از شنبه تا جمعه باشه ممکنه جدول شما از دوشنبه این هفته تا شنبه ای هفته بعد باشه کاملا دست خودتونه و اولین کاری که من میکنم اینه که یه لیست از کارهایی که دارم و واسم مهم هست و مینویسم و این لیست رو میدونم که قرار منتقلش بکنم به برنامه هفتگیم چطوری اول هفته واسه هر روز یه اولویت تعیین کنم کاری که میخوام حتما اون روز انجام بشه اولین کاریه که اون روز انجام میدم و تا اون کار تموم نشده سعی میکنم سراغ کار دیگه ای نرم مثلا اولویت یک شنبهم ضبط ویدیو اولویت چهار شنبهم پیش پروپوزاله و همینطوری اولویت های مختلفم رو مینویسم حتی اولویت یه روز رو هم واسه استراحت میذارم قرار نیست اولویت های ما همه کارهای خیلی جدی باشن بلکه باید به خودمونم توجه بکنیم بعد از اینکه این, این نمای کلیه هفته رو درست کردم هر شب واسه یه روز بعدش میشینم لیست کارهای مربوط به اون اولویت رو مینویسم مثلا من واسه اینکه شنبه پروژه برنامه نویسیم رو انجام بدم سه تا کار اصلی باید انجام بدم رندوم بلاک بسازم تسک امبک رو پیاده سازی کنم و تسک استورپ پیاده سازی بکنم این سه تا کار که انجام بشه اصل کار پروژه برنامه نویسی من در حقیقت تموم شده در طول روز هر کدومو رو که انجام بدم تیک میزنم و بعد از پایان روز شنبه کارهای مربوط به یک شنبه رو مشخص میکنم یک شنبه اولویتم ضبط ویدیوه مقاسه پیش رویا از شنبه تا چهارشنبه ویدیو میذارم یعنی هفته پنج تا ویدیو باید ضبط بکنم و این پنج تا ویدیو رو به عنوان کارهای یک شنبه می نویستم. هر که ضبط کردم تیک میزنم مهم اینه که ما قرار نیست که جزئیات هر اولویت رو از اول هفته بدونیم و من اصلا خودم رو مجبور نمی کنم که اول هفته همه ریز کارها رو توی برنامه هفته گیم بنویسم بلکه اول هفته فقط اولویت رو مشخص می کنم و روز به روز جزئیات کارها رو می نویسم بچه بعضی وقتها ممکنه که ما نیاز باشه اولویتمون رو تغییر بدیم مثلا منی که سشن به اولویتم گزارشه میبینم که امروز آخرین موعد تحویل پیش پروپوزاله پس اولویتمو تغییر میدم سشن بر اولویتش رو میکنم ارسال پروپوزال یا پیش پروپوزال و این مسئله تاثیر میذاره رو اولویت روزهای بعدیم اولویت چهارشنبه رو هم تغییر میدم به گزارش درس روش تحقیقمون چنین اتفاقی میافته نباید انتظار داشته باشیم که چیزی که اول هفته یا اول ماه می حتما همون جوری پیش بره اگر ما تو برنامه ریزیمون انعطاف پذیری نداشته باشیم اون برنامه ریزی در عمل م... کاری با ما نمیتونه بکنه بنابراین سعی کنید که با تغییراتی که پیش میاد و موانعی که سر راهتون قرار میگیره مهربون باشین صرفا خودتون رو باش وفق بدین بریم سراغ خونه آخر که یادداشت و هفته بعده من توی این خونه چی می یکی کارهایی رو می که میدونم باید هفته بعد انجام بشه یعنی به جدول هفته بعد منتقل بشه و چون میترسم که تا هفته بعد فرا برسه من ممکنه یادم بره اون کارها چی بودن توی همین هفته یه خونه واسش میذارم و اون کارها رو مینویسم مثلا مینویسم که پروژه زبانشناسی مونده اینو جزء اولویت های هفته بعدت بذار غیر از این یه سری یادداشت می نویسم ممکنه این هفته یه اتفاقی افتاده باشه یه کاری انجام دادم یه کسی یه چیزی گفته یه اطلاعاتی بهم به رسیده به هر شکلی یک اطلاعاتی راجع به این هفته وجود داره که دوست دارم یادداشتش بکنم اینجا می نویسم بچه ها اینو در نظر بگیرین که تا اینجا ما م... وظایفی رو که به مشکی نوشتیم وظایف مربوط به اولویت ها بود و قطعا در طول هفته ما کارهای دیگه ای انجام میدیم که رفتی به اولویت ها نداره میتونید اون کارها رو اگر برنامه روزانه یا روزنگ خبرنگار دارین اونجا بنویسین یا میتونین توی همین برنامه هفتگیتون کارهای دیگهتون رو هم وارد کنین من این کار رو نمی کنم چون خیلی شلوغ میشه و تمرکزم و از روی اولویت هم بر میداره. یا اینکه میتونید اون کارها رو کلا ننویسین یعنی کارهایی که ن... نیاز به نوشته شدن ندارن و شما انجامشون میدید مثلا شما هر روز موسیقی تمرین میکنید چه بنویسین چه ننویسین بنابراین شاید خیلی نیازی به نوشتن نداشته باشین این مدل برنامه ریزی به من خیلی کمک کرده امیدوارم برای شما جالب باشه اگه پیاده سازیش کردین حتما حتما واسه من عکس بفرستین تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار